مبحث convolutional neural network یه خلاصه با بگم اینکه یه خلاصه اول میگم بعد اینکه کلن convolutional چی هست و چجوری اعمال میشه بعد یکمی راجع به ترین کردن و اون backpropagation توی شبکه convolutional میگم بعد هم یکم راجع به کیس استادی هایی که هست توی این بازه بوده میخوام سوال بکنم حالا بعدش هم که اپلیکیشن ها و چیزه کلن مبحث convolutional کلن شبکه convolutional قرار یه دیتا های گرید دیتا که مثل گرید استرکچر شدن کار بکنم برای مثلا دیتا هایی مثل تصویر که توشون در از دیتا ها پوزیشنشون مهمه اون ترتیب قرارگیریشون مهم میشه و اینکه کلن این یه خاصیتی که این دیتا ها دارن اینه که دیتا های کنار به هم خیلی به هم مربوطن و خیلی مثلا بعضا شبیه به همه یا تفاوتشون خیلی مهم میشه مثلا اینکه مثلا تو تصویر پیکسل های نزدیک به هم خب خیلی مهمه و اگه یه اختلافی توشون باشه مثلا نشون دهنده یه مثلا فیچر مهمی میتونه باشه و اینکه خیلی وقتا این دیتا ها میتونن جا به جا بشن مثلا حالا مثلا که خود کتاب زده این که مثلا یه موز تو تصویر چه پایین تصویر باشه چه بالای تصویر باشه همچنان همون معنی رو داره و اینکه خب مثلا اون در صورت خود اون ترانسلیشن اینوریانت هستش اون فیچر بعد یه خلاصه بگم اینکه چه شبکه convolutional از کجا آمدن سال 1959 که آقای هابل و ویسل راجب خود شبکه convolutional توی مغز تحقیق میکردن و اینکه خب مغز آدم چجوری وقتی یه فیچری رو میبینه مثلا یه خط مثلا صاف میبینه یه سری جاهای کورتکس مغز فعال میشه و مثلا بقیه جاهاش به فیچرهای دیگه ممکن فعالیت نشون بده بعد سال 1998 اولین شبکه convolutional درست شد به اسم لنت که برای ریکگنایز کردن دستخط توی اعداد توی دست چک ها استفاده میشه و بعدش با پدید اومدن کانتست ایمیج نت کلن این شبکه های یه رشد خیلی چشمگیری کردن و از سال 2012 فقط شبکه های سی این 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 کانتست رو میبرن و اینکه حالا همین دیگه و خب کلا مسائلی که توی پرش تصویر هستش میتونه مثلا به عنوان مثال سه تا مثالش اینا باشه که یه سریش کلاسیفای کردن ایمیج هست که ما بگیم توی یه ایمیج مثلا یه چیزی هست یا نیست مثلا این تصویر گربه هستش یا نیستش و اینکه میتونه آبجکت دیتکشن باشه یعنی که ما این آبجکتی رو مثلا تشخیص بدیم تصویر که این آبجکت وجود داره و کجا هستش این مثلا مثالش توی مثلا چیزی مثل اتونوموس ویکل و اینجور چیزها کاربرد داره و یه مثال مثلا جالب دیگهش میتونه کارهای هنری باشه که مثلا دو تا تصویر رو میدیم و یه تصویر کامپیوتر دوباره خودش جنریت میکنه و اینکه خب چرا شبکه عصبی عادی جواب نمیدن برای اینجور مسائل یکی از مهمترین چیزاش اینه که دیتای تصویر خب خیلی بزرگ هستن مثلا یکسی ممکنه 1000 پیکسل در 1000 پیکسل باشه و اگه ما بخوایم اینو با شبکه مثلا فولی کانکتد مدل بکنیم مثلا حالا توی این مثال 3 میلیون تا پارامتر ممکن نیاز داشته باشیم و خب ترین کردن اینا خیلی سخته و ممکنه حتی خوب بعدا خوب هم جواب نده و یکی دیگه از مسائلش هم سر همون قضیه ترانسلیشن اینوریانسه که اگه فیچرمون مثلا جاش عوض بشه ممکنه ما نتونیم تشخیص بدیم با این شبکه خب قسمت بعدی کلن ساختار convolutionalه که کلا شبکه convolutional چجوری تشکیل شدن
من یه خلاصه بگم، اولش خود تصویر از یه سری پیکسل تشکیل شده که هر پیکسل میتونه 3 تا مقدار داشته باشه. این به عبارتی یه تصویر رنگی میتونه مثلا یه ماتریس 3 بعدی در نظر بگیریم که x که دو بعد اول طول عرض تصویر و عمقش میشه. معمولا مثلا 3 تا کانال رنگی داره که میشه اون رنگ های تصویر رو مشخص میکنه. که حالا مثلا برای مثال ما یه مثلا تصویر سیاه‌سفید در نظر بگیریم که فقط یه بود داره، میتونیم یه ماتریس 2 بودی در نظر بگیریم. و کلا عمل اج دیتکشن اینجوری انجام میشه که یا به عبارت بگم عمل کانوولوشن کردن در اینجوری تعریف میشه که ما یه فیلتری داریم که همون ماتریس وسطی است، اینو میخوایم توی ماتریس اول اون حرکت بدیم و آرایه‌هاش نظیر به نظیر ضرب بکنیم و مقدارش بذاریم چه اونجا. مثلا اولش فیلتر میذاریم اینجا، حالا اینجا موس فکرم ندارم، مثلا اینجا میشه 3 ضرب داره، خونه آرایه اولش ضرب داره اول فیلتر و دومی ضرب داره دومی فیلتر همجور تا آخر، بعد نهایتا جمعشون میشه خروجی این فیلتر که میذاریم تو خونه نظیرش تو ماتریس خروجیمون. این عمله که ادامه بدیم تا آخر، خروجی که بعدش داریم یه ماتریس که تقریبا شبیه ماتریس اصلیمونه ولی اون فیلتر روش اعمال شده. بعد حالا این فیلتر میتونه خواص مختلفی رو داشته باشه. حالا من یه ذره جلوش اسکیپ کنم. مثلا فرض کنیم اگه ما یه همچین شکلی داشته باشیم که الان مثلا توی اون تصویر احتمالا اینجوری میشه برداشت کرد که یه اجی اونجا هستش، یه مثلا اختلافی اونجا هستش، وقتی اون فیلتر وسطی رو اعمال میکنیم خروجیش میشه اون تصویر آخر که در اصل اون قسمت وسطش بولد شده. حالا اگه این تصویر بزرگتر باشه اینو رو کل تصویر اعمال کنیم فقط اون قسمت وسطش بولد میشه و در اصطلاح میتونیم بگیم مثلا اون اج پیدا شده. و خب این میتونه این فیلتر چیزای مختلفی باشه، مثلا بالایی اجای مایل رو پیدا میکنه، وسطی مثلا یه تقریبا یه چیزی که همه اطراف اج باشه رو پیدا میکنه، مثلا پایینی هم باشه حالا یه مدل دیگه. و اینکه اگر مثلا ما یه همچین کرنل داشته باشیم خب خود آیدنتیتی رو همون تصویری که داریم رو بهمون میده. و حتی این کرنل ها میتونن چیزای بیشتر از اج دیتکشن باشن، مثلا بلر کردن یا مثلا خود شارپن کردن تصویر، یعنی که اون اختلافاش بیشتر میشه. حالا قسمت ریاضیش هم میشه این که کلا هر خروجی اون این آی جی کی که خود ویدیو هایت و دپس تصویر اون هستن و اون کیو هم اون لایه‌ای که هست که ما الان داریم پردازشش میکنم، اون اچ کیو هم میشه خروجی اون لایه‌ای که میخواییم پردازش بکنم. میتونی اچه ماتریس جواب برسه؟ اچه جواب برسه، آی جی و پی هم اچه کیو برای یک جواب دیگه، اچه کیو اون بسن شاید این منظورش چیز دیگه
فیلتر پیومه. این فکرم توی یه لایه داری، فقط یه فیلتر توی یه لایه نده دیگه، کلی فیلتر داری. این پیوم این فیلتر هست چون همه سی اینه میدونی چیه دیگه. اونجایی که در اون لایه رو پر میکنه انتا فیلتر داره، پیومیش بقید هم که در ویدیو هم درویش هم یه پیو کیوه، یعنی این که پیومی رو پیومی رو بس میکنه به ایسی تو لایه پیوم درست میگن؟ فکر کنم آره دیگه خود در ویدیو سه تا در این ماشین داره آر و ایسی پیو قشنگ این مکعبه، اول کدوم مکعبه تو لایه پی شما چند تا دارید دیگه؟ اونایی که لایه بین لایه پیو راست لایه پیو هستن خود اصلا ممکنه اون داشته باشه. مثلا فرض کن رفتی جلو، مثلا اون جلوهایی یه لایه فاوندیشنی، اینجا یه لایه فاوندیشنه، این ده مثلا 250 تا چیز داره، فیچر داره، اینا فیلتر داره، اینا مثلا 300 تا 500 تا اون وسط اون کیوب میبینه، خودش هم خروجیش در کل میشه یک کیوب دیگه. یعنی در همه یک پارمترهای نوشته به پیو پیو پارمتر آرایس هم نوشته ته؟ آرایس بکنم سایز خودم؟ آرایس میشه همون ایندکسی که میاد رو فیلتر رو میشه آرایس رو نوشته دیگه، اون سیگما نوشته اف کیو رو باید بکنشه چیو اف کیو هست FAQ میشه اون فیلتره خودمون به تعریف برسه. خود FAQ میشه فیلترمون توی لایه کیو. سایز فیلترمون حالا اگه مربعی باشه. یه چیزی داره یه طول عرض داره، کل سایز کل اون لایه است. خروجی فیچرمپ لایه قبلیه مثلا تصویر اگه 256 در 256 فیلتر 5 در 5 جواب میشه 224 222 اندازه یه فیلتر منهاییه یه 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 اندازه این ور و این ور کم میشه ازش، وسطی میمونه دیگه. آره دیگه ممکن بعد رو یکیش میشه. آره کلش کم کن بعد رو یکی منه های افکیو من ها یک بوده میشه من افکیو برزم بعد کلن حالا ما میتونیم فیلتر رو خودمون دستی مثلا ست بکنیم که میشه همون روش کلاسیک. کلا توی روش کانوولوشنال ما میخواییم که این فیلترها رو یعنی دست پارامتراش رو لرن بکنیم، یعنی کلا این که ترین کردن یه نتورک کانوولوشنال اولا میشه این که این پارامترها ترین بشن که خودش بتونه فیچرهای مورد نیازش رو پیدا بکنه. کل پوینت شبکه کانوولوشنال یکی اینه که تعداد پارامترامون کم بشه، در اصل کامپلکسیتی اون شبکه‌مون کم بشه که هم حالا ترینش راحت‌تر بشه هم مثلا بتونیم از اوورفیتینگ جلوگیری کنیم. و یکی از این روش‌ها اینه که خب به جای اینکه یه لایه فولی کانکتد داشته باشیم مثلا یک یا چند تا فیلتر داشته باشیم که خب تعدادش کمه و روی کل لایه‌ها داره اعمال میشه. و یه جورایی میشه اینو گفت که خب این همون ویت شیرینگ، چون که خب همه اون پیکسل‌ها دارن از همین ویت ها به طور مشترک استفاده میکنم. یه مسئله که فقط اینجا هست، حالا ما تصویر ورودی اون از تصویر خروجی اون تو هر لایه کانوولوشنال یه مقدار کمتر میشه. خب یعنی فرض یه دونه سایز فیلتر منهای یک تصویر خروجی اون کمتر میشه.
این خب مثلا تو شبکه های لنت اینجوری بودش که خب این اتفاق میفته و تاثیر در طول لایه ها سایزش کم میشه، ولی لزوما این شاید چیز خوبی نباشه. بخاطر یه تکنیکی هستش به اسم پدینگ که ما میایم اولش اون شبکه‌ای که داریم رو یه ذره سایزش بزرگتر در نظر میگیریم که بعد از اینکه کانوولوشنال اعمال کردیم دوباره بیاد به همون سایزی که مد نظر داریم برسه. مثلا اینجا این تصویر ممکن 6 در 6 باشه که بعد از اعمال 3 در 3 میشه 4 در 4. ما میایم یه دونه دورش اضافه میکنیم که بعد از اعمال اون 3 در 3 همچنان 6 در 6 باقی بمونه. کلان هم به طور عمده دو تا پدینگ داریم. یکیش ولید بهش میگن که درست پدینگ صفره که همون سایزش کم میشه، و یکی هم سیم پدینگه که اینه که سایزش همون باقی بمونه. مقدار پدینگش هم خب طبیعتا از اون پی مساویه اف منهای یک تقسیم بر دو. یه اصطلاح دیگه هم هست به اسم استراید که اینه که خب ما مثلا تو مثال اولم یه دونه یه دونه ماتریس جا به جا میکردیم، میتونیم اینو تعدادش هم متفاوتش مثلا دوتا دوتا جا به جا بکنیم که این خب توی سایز اون تصویر خروجی رو میتونه تاثیر بذاره. و مثلا حالا اینجا اون آوتپوت هم میشه از یه همچین سایزی که اون بعد حالا شبکه کانوولوشنال خب یعنی تصویر میتونه ورودیش چند تا بود داشته باشه، مثلا چند تا کانال رنگی داشته باشه، و توی اینها شبکه کانوولوشنال اتفاقی که میفته اینه که ما اون کرنلمون رو هم به همون تعداد بود تعریف میکنیم و خروجیش رو هم، ولی خروجیش همچنان همون ماتریسی که با یه دونه کانال داره هستش. یعنی اینجا من تمام این درایه ها رو نظیر به نظیر ضرب میکنم و کل این 27 پارامتر رو همه رو تش با هم جمع میکنم و توی یه خونه قرار میدم. بعد بازم مثل همون کانورشن های عادی رو کل ماتریس حرکت میکنم و تش یه خروجی توی میکنم. بعد ولی خب ما میتونیم که از این کرنل ها چند تا داشته باشیم و باز هم خروجی، یعنی اون لایه‌مون هم چند تا لایه داشته باشه. مثلا اینکه من میتونم ام تا از این 3 در 3 در 3 ها داشته باشم که خروجیم در نتیجه میشه یه خروجی که با دپس ام. و به طور کلی هم بعد از اینکه این کانوولوشن ها انجام شد مثلا یه تابع اکتیویشن رو هر کدوم از اون ماتریس ها اعمال میشه و اون میشه خروجی، یعنی کلا یه لایه کانوولوشن اینجوری تعریف میشه که بعضی مال اون تابع مثلا ریلو میشه خروجی اون اون لایه کانوولوشن ها رو. و اینکه حالا خود کتاب به عنوان مثلا یه سری چیزای متداوله میگه مثلا معمولا استراید یک امروزه به کار میره و معمولا پدینگ سیم به کار میره و معمولا هم اون کرنلمون مثلا 3 یا 5 در، یعنی 3 در 3 یا 5 در 5 استفاده میشه. بعد حالا مثلا یه مثال یه شبکه کانوولوشن ساده همچین چیزی میشه، اینکه ما یه تصویر ورودی داریم که مثلا حالا 36 در 36 بعد از اعمال مثلا لایه اولمون که مثلا حالا یه کرنل 3 در 3 هستش، حالا مثلا چیزی که هستش اینه که طول تصویر معمولا وقتی در جهت کانوولوشنال رو حرکت میکنیم طول تصویر در لایه ها کمتر میشه و معمولا عمقشون بیشتر میشه. این در از اون فیچرها توی اون فضایی که هستن اون فضای محدودتر میشه، یعنی دیگه مثلا آخرش خیلی جا
جای دقیقش تو تصویر شاید مشخص نباشه، ولی خب تعداد فیچرهایی که میتونیم تشخیص بدیم خب بیشتر این که مثلا چه فیچرهایی ممکن کلان داشته باشه. بعد یه لایه دیگه هستش تو شبکه کاموچان به اسم لایه پولینگ که حالا این جلتر عکسش هستش. لایه پولینگ معمولا یه لایه‌ای که مثلا استرایدش برابر همون خود کرنلش هستش و وقتی اعمالش میکنیم مثلا پولینگ معمولا یه ممکن مکس پولینگ داشته باشین یا اوریج پولینگ، و اینه که خب مثلا تو مربع بالایی که بنفش هستش ما میایم بیشترین مقدارش انتخاب میکنیم و به عنوان خروجی برمیگردونیم. و اینم دلیلش اینه که ما تصویر رو بعضی وقتا میخوایم کلان حجمش رو کم بکنیم، اون لایه ورودیمون حجمش رو کم بکنیم، و این باعث میشه که یه جورایی مثلا فیچرهای مهم توی اون حالا تصویر که داریم به لایه بعدی منتقل بشه و خیلی مثلا چیزایی که اهمیتشون کمتره دیگه، یه جورایی میخوایم حجم اطلاعاتمون رو کم بکنیم که بتونیم پردازش راحت تری داشته باشیم. چیزی هم که هست دیگه نه که کنار همن معمولا خروجی هاشون با هم کوربیته ده، مثلا دو جامعش نورون کنار هم رو هزار تا تصویر نشون بده بهشون، بعد اکتیویتی هاشون رو نگاه کن کوربیشن بگیریم این کوربیشن خیلی بار داره. معنیش اینه که دوتا نورون هم با یه فیلتر یکسانی کنار هم چون دادای ورودیشون خیلی اوورلپ داره عملا رفتارشون هم خیلی شبیه هم. واقعا جامعه که پولینگ انجام میدی یکیشو که ماکسیمو برمیداری یه جورایی دیکورلیشن هم انجام میدی، یعنی از اون پنشه یکی رو انتخاب میکنی از برقیه اون که بیشتره رو مثلا به انتخاب انگار که ریداندنسی که بین کنار همان هست همه دارن حرف همون تکرار میکنن شما اون همه میبری فقط یکیشو میاری فقط مثلا با یه فاصله میره اون برتر حالا یه ایفورمیشن یه قسمت اون برتر خاطر همین ریدارنسی کم میشه حجم فشرده میشه از اون برم وقتی حجم کرد میشه کامپیوتیشنال کاست کم برم میشه دیگه. مثلا یکی از مشکلاتی که همون فولی کانکتد نتورک داره اینه که اون نوع مثلا لایه اول همه پشت سریعه رو داره میبینه، دومی هم داره همه پشت سریعه رو میبینه، به خاطر همین مثلا موقعی که میخواد یکی از این نورونا مثلا فرض کن میخواد چشم رو یاد بگیره مثلا یکی دیگه مثلا میخواد دهن یاد بگیره داخل کلی باید وزن داشته باشه به جاهایی که هیچ ربطی به اون چیزی که میخواد یاد بگیره یا داره یاد بگیره نداره و فقط اون یه تیکه که مثلا اصلا اون چیز هست رو چه میکنه، یعنی یه حجم خیلی چیز زائد اضافی داری دیگه. حالا همین اون خود کم کردن کانکشن ها که بمب چرینگ اتفاق میفته یه جوری هم کامپلکسیتی رو کم میکنه هم از اون بعد تو همچنان اون چیزی که میخواستی یاد بگیری رو تو چیزه داری دیگه، یعنی هم خود کم کردن وزنه اون شکلی که کامونیشن داره هم این پولینگه که هم ریدندنسی رو کم میکنه هم سایزی کم میکنه، این هایی باعث میشه پایین که شبکه عمقش مثلا زیاد میشه تعداد نورونتون به شدت زیاد میشه ولی عملا کامپلکسیتی خیلی کمتره. مثلا تو شبکه فول کانکتد داشته باشی با فیلتر 20 در 20 مثلا و یه شبکه با عمق بیشتر ولی فیلترهای مثلا 3 در 3 تعداد پارامتر رو بشموری این بیشتر مانی که عمقش بیشتره تعداد نورونش هم بیشتره ولی تعداد پارامترش کمتر از اون شبکه که هر نورونش 20 در 20 داره ورودی میگیره و خود 20 در 20 کانولوشنش خیلی لازه محاسبه چون باید یه 20 در 20 رو ضرب کنه یه عدد از روش در بیاره اون یکم یه نسبت به اینکه همون اون من سایز خروجی ماتریس هم چه فیلترم 20 در 20 باشه چه 5 در 5 یکی خواهد بود دیگه اگه سری پدین داشته باشه عملا لحاظ خروجی تعداد یکی ولی با اون 3 در 3 حجم محاسبات خیلی کمتر میشه خاطر همین پارامترها کم کردن من سبک‌تر میشم هم اون رو تونم خیلی بیشتر کنم چون اون اتفاقات بهتری میفته تا توی یه سطح. بعد اینجا حالا مثلا عموما تو لایه پولینگ مثلا استراید میذاریم برابر همون مثلا اگه مثلا خود اون کرنل اون دو باشه مثلا استراید اون رو میذاریم دو، پدینگ هم معمولا
یعنی پدینگ نداره دیگه عملا، چون خدا میخوایم سایزش هم کم بشه. بعد دو تا نکته هستش، یعنی سه تا نکته. یکی این که معمولا یا ماکس پولینگ استفاده، یعنی بیشتر وقت ماکس پولینگ استفاده میکنم، ولی بعضی وقتا هم اوریج پولینگ هم استفاده میشه. و این که عمق لای پولینگمون عمق اون مثلا ورودیش با خروجیش برابره، یعنی اینکه ما تو ورودی مثلا یه تصویر مثلا 26 در 26 در 3 داشته باشیم، خروجیمون هم حتما دپسش 3 خواهد. و اینکه تو لای پولینگ هیچ پارامتری هم لرن نمیشه، یعنی عملا تو این قسمت هیچ لرنینگی نداریم. بعد نهایتا بعد از اینکه لایه‌های کانوولوشن رو گذاشتیم، تهش هم حالا یک یا چند لایه فولی کانکتد معمولا میذارم، برای اینکه اون فیچرهایی که پیدا کرده رو حالا از توش بتونیم اون خروجی رو اصلا لزومن، حالا ممکن نورال نتورک هم نباشیم، مثلا از روش رگرسیون و اینها هم استفاده میکنن. ولی خب این هم خیلی رواج داره که از شبکه نورال از شبکه عصبی استفاده کنن اینجا. بعد معمولا هم از لایه‌های ریلو استفاده میکنن. حالا قدیم مثلا تو شبکه‌های لنت از لایه‌های سیگموید یا مثلا تنش استفاده میشد، ولی الان امروز بیشتر از لایه‌های ریلو استفاده میکنن، برای اینکه هم مشتاق پذیریش راحت تر باشه. و اینکه حالا و اینکه معمولا هم حالا اینجوری که مثلا یک یا دو لایه کانوولوشنال داریم، بعدش مثلا یه لایه پولینگ داریم، بعد دوباره چند لایه مثلا دوباره یک یا دو لایه کانوولوشنال داریم، بعد دوباره مثلا پولینگ داریم. و معمولا اینجوری شبکه‌مون رو مثلا حالا این هم قبلترش گفتم، اینکه خب دلایلی که ما از کانوولوشن استفاده میکنیم، یکی همین پارامتر شیرینگ هستش، اینکه بتونیم حالا اون فیچرمون رو فارغ از اینکه کجای تصویر قرار داره بتونیم تشخیصش بدیم. و اینکه کلا کانکشن هامون چون اسپارس هستن و حجم محاسباتمون میاد پایین و کلن مثلا ترین کردنشون عملا زمان کمتری ممکنه بیاد. حالا قسمت بعدی ترین کردن شبکه کانوولوشناله. حالا این قسمت ریاضی داره که من تو کتاب نبودش، از خارج کتاب آوردم، حالا خیلی خودم تسلط ندارم، ولی لرنینگ شد چیز توسته این داخل کتاب اینجوری گفته که کلن میگه که تو شبکه کانوولوشن ما عملا یک لایه های کانوولوشن رو باید ترین بکنیم، یکم لایه های مثلا پولینگمون که لایه پولینگ که وزن نداره خب ترینینگ نداره، فقط اینکه بک پروپاگیشن وقتی میخواد بیاد ما بسته به اینکه موقع کدوم ماکسیموم بوده تو ورودیمون بک پروپاگیشن فقط با اون میره، یعنی اون مقدار ارور فقط با اون میره و بقیه صفر میشه. و اگه اوریج پولینگ هم باشه که خب به همه به طور مساوی اون ارور تقسیم میشه. بعد میمونه لایه کانوولوشنال. حالا لایه کانوولوشنال خیلی کتاب خلاصه توضیح داده، حالا من اینو از خارج از کتاب آوردم، این که خیلی خب باید روش بک‌پروپاگیشن عادی فرق نداره و فقط ما اون مقدار ارور رو توی کل اون، یعنی یه جوری عملا اون فیلتر رو دوباره اعمال میکنیم و مقدار ارور رو بر اساس اینکه خب ورودی همون چی بوده برمیگردونیم به همون به اون ورودی که هست. عملا اینجوریه، مثلا من یه همین میدونی یا بگم یه لایه کام یه لایه کانوولوشن یه مپی از نورونا داره، یعنی مپی از نورونایی داره که با یه فیلتر یکسان دارن کار میکنن، وزنشون عملا شبیه هم دقیقا یکسان. پس و من اصلا باید اینا رو یکسان گردم چون فیلتره قرار رو همه کانوار بشه رو خط بشه، پس این وزنه باید برای همه نورونا که توی اون فیچر مثلا هستن یکسان باشه. برای اینکه این اتفاق بیفته اگر من بک پروپاگیشن انجام میدم، مثلا فرض کن تمام این نورونایی که با هم وزن یکسان دارن هر کدوم وزنشون دقیقاً یعنی اینجوری باشه یه کپی از این وزنه داشته باشه، ولی بک پرو کنم اون یکی ممکنه وزنشو بخواد یه شکل دیگه تغییر بده، این یکی پایینیه بخواد یه جور دیگه تغییر بده، و
اگه من این اپلای کنم وقتی این فیلتر هم یه شکلی نمیمونه. بخاطر همین من برای اینکه اینا رو کماکان هم شکل نگه دارم باید یه جوری تصمیم بگیرم که اون وزنه وزن شیپ بیته چجوری دقیق کنم. یه راهش اینه که مثلا بیام بگم خب یکی رو رندوم انتخاب میکنم، بگم مثلا یکی رو انتخاب میکنم یا تو هر جوری گفتی وزنه عوض بشه برای همه هم میکنم. یه راه دیگه اینه که بیام بگم خب باشه برایند یه تغییراتی که همه میگن رو اجرا میکنم، یعنی نگاه کنم نوران بالایی گوشه سمت چپ اون چجوری میخواد وزنه رو تغییر بده، اون پایین سمت راستی همه جا. بعد اینا رو با هم دیگه اوریج میکنن یا جمع میکنن تجمیع شده شو برایند شده شو میذارن برای همه نوران که عملا این کار رو میکنن. یعنی اون اچ دبلیو میشه سایز لایق در واقع کل فیچر مپمون، کل نورانایی که تو فیچر مپ هست. حالا شما دارید به تک تک اون نورانات مشتق میگیرید، از کاس فانکشنه، از اون ارور فانکشنه دارید مشتق میگیرید، نسبت به اون ایکس ایکس میشه خروجی نورانه هم میره. بعد از خروجی نورانه به نسبت وزنش دارید مشتق میگیرید دیگه، که اون ترم اولیش میشه اون چیز دلتایی که از جلو جلو بکورد شده تا اینجا اومده خودش هم به اون مشتق خودش دیگه. بعد دارید داره اون همه سلولایی که تو مپه هستن یه دو در دو دیگه و همشون داره سامیشن میزنه، این داره برایند میگه. بعضی ها یه تقسیم یه اوریج هم میکنن میزنن و با بکپروپاگیشن عادی تفاوتی نداره، فقط اون اوریجی میشه. پولینگ هم خودشون تله وزن ندارن لیل بشن چون یه مالیسی مدیر بشن، ولی باید دلتا رو برگردونن اول. اینو حالا این سلید قبلی آقای خلاصه گفتن این بعد برگردون عقب دیگه به جلو دلتا افریقان ابتدا اون برگشته اومده رسیدی مثلا فرسون به اولی کانولوشن هم به این شکل بعضا آپدیت شدن. حالا هر نورونی که تو اون لایه کانولوشن داره هست این پولینگ من داره ورودیشو فرستاده بوده به اونی که مایک مثلا پولینگ ها هست، هر نورونی ورودیشو فرستاده به یه سری نورونای جلو، از همه اونا دلتا میگیره یه دلتا بعد خودش به دست میاد، خودش وزنی نداره که با این دلتا آپدیت کنه، ولی دلتا رو بعد برگردون عقب که پشت سری آپدیت شه. به کی برمیگردونه تو پشت سریش؟ به مکسه برمیگردونه، چون اون بوده که باعث این خطایی شده دیگه. ما بقیه که درسته ماکسیموم نبودن ولی منیمندار داشتن، ولی اثری تو خطایی نداشت. وقتی اوریج پولینگ میکنیم باید به تقسیم به همون اون تعداد کنی اینو پخش کنی بین همه هست اینجوری دیگه. این خیلی چیز از این و حالا این در ادامه میاد خودمون مشتق هر لایه به وزنه رو تعریف میکنه که چجوری میگیریم، که این هم چون یعنی اون سیگمای میشه اون همون وزن کرنل نسبت به اون خروجی که تولید کرده میشه های گرفتیش. بعد حالا جالتر هم همینو باز میکنه مشتق چون خروجی لایه قبل زده وزن میکنه دیگه، حالا به نسبت وزن مشتق میگیرم چه خروجی لایه قبل هم میده چون اوه 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 میشه اوه خروجی لایه قبل. بعد نهایتا هم میشه باز خلاصه هم فرمول قبلیه که خب اینجا این چند تا سلید برم جلوتر حالا این هم حالا کلن توضیح میده این باز هم خلاصه هم چیزه که شما بود یعنی داخل کدومه از قبلیه؟ سایز چیز بودیه کرنل سایز کرنل هست. این اسامشنش اینه که هدینگی نداره دیگه، چون میره از صفر میذاره این گوشه میره تا اون تخت دیگه وسطش دیگه به ستونه آخر دیگه. فقط حالا یه چیزی که هستش اینه که وقتی میخوایم بک پروپاگیشن
اعمال بکنیم، فیلتری که داریم رو هم افقی هم عمودی میچرخونیمش، یعنی انگار فلیپش میکنیم کامل. دلیل اینم، حالا من دلیلش کامل متوجه نشدم، ولی فکر کنم گنتو برای اون عمل دات پروداکتی که انجام میدیم تو محاسبات هم بک پروپاگیشن، تهش به این میرسیم که این فیلتر نیاز داره چرخیده بشه. موقعی که همونجایی که داریم اون رقابتو میمیسیم یه منها و یه جور داستان هایی داره، یه اون آیه من های ام رو نمیدونم بیم زبان چوش وقتی نگاه میکنی میبینی مثلا برای ورودی صفر و صفره داری ورودی زرد ماتریس ان و ان رو، یعنی مشتق ان و ان میشه ورودی صفر و صفره، یعنی که قشنگ از دو طرف فلیپ شده باشه، یعنی از تو هم روابطش که داره مشتق گیری رو نمیکنه. بعد یک کار دیگه ای هم که انجام میدن برای اینکه خب محاسبات سریع تر باشه، کلا محاسبات یه جوری محاسبات رو به صورت ماتریسی در میارن و اینکه عملا اتفاقی که میفته دیگه مثلا یه فور نمیزنن که دونه به دونه ماتریس رو پیمایش بکنه و عمل کانوولوشن رو انجام بده. کاری که میکنه ماتریس ورودی رو به یه ماتریس یعنی به ماتریس یه بعدی تبدیلش میکنه، حالا برفرض که مثلا کانال اون یه دو مثلا یه کانال داشته باشیم، آره این به یه وکتور یه بعدی تبدیلش میکنم ورودی رو، و خروجی هم از اون ور خب طبیعتا این وکتور یه بعدی هستش. یعنی بزنم صفحه بعد یه همچین چیزی، حالا نمیدونم میبینید اینجا یا نه بین الان بالا اصلا تصویر اینپوت اون تبدیل میشه به وکتور یه بعدی و خود کرنل اون تبدیل میشه به یه وکتوری که فکر کنم اگه اشتباه نکنم عرضش میشه تعداد ورودیمون و ارتفاعش میشه تعداد خروجیمون، یعنی تعداد طول اون وکتور ورودی و طول وکتور خروجی. و مثلا اون ماتریسی که ABCD هستش رو توی اون ماتریس وسطی فیلتر وسطی به صورت A, B بعد یه دونه صفر بعد C, D بعد حالا بقیه صفر، که این سطر اول اون ماتریس وقتی تو اون وکتور ورودیمون ضرب میشه عملا همون انگار اون خود عمل کانوولوشن تو خونه بالای یک و یک خود اون ماتریس اون صفر هایی که اون وسط میذاری باید به اندازه طول تصویر منهای کرمل باشه، درست میگن؟ یعنی A B بعدش من میخوام C و D برم از اول A و B توی 1 و 3 ضرب بشه، C و D توی 9 و 6 ضرب بشه که اولین خروجی در آن دیگه. بعد اگه من 1 3 بودم بعدش 4 مثلا 9 5 6 همینجوری سه چیزا ادامه داشت، من باید برای اینکه اون سطر اول رو نظیر به نظیر تو اون ضرب بکنم عملا باید به اندازه مابقی اون چیزایی که میمونه صفر بذارم دیگه، درست میگم؟ اینجا مثلا 3 در 3 بوده اون 2 در 2 باید بین هر سطر این یه دونه صفر بذارم. جایگشت میشه چجوری مثلا؟ جایگشت داره باعث میشه که جایگشت منظور حرکت همون ABCD هست، این باعث میشه که تو همه جای فیلتر تو اعمال کرده بشی. الان من مثلا اون چیز رو ABCD رو میخوام توی 1396 مثلا ضربش کنم، خب بعدش میخوام روی چی باشه؟ روی 3467 اعمال باشه. خب اون یه دونه شیفته که الان دادم تو اون پایینه دیدم چی دیگه الان شد A مثلا 0 یه دونه اومد اولش A B و صفر C D، حالا این که ضرب کنه تو بالاییه A و B توی اون 3 و 4 ضرب میشه، C و D تن روی 6 و 7 ضرب میشه. بعد چون اونجا تو سطرهای مختلف داری تعداد سایز این ماتریسه راحت در میاد، یعنی سایز این ماتریسه با
باید باشه به اندازه سطرهای اون تعداد کلش به اندازه تعداد ستوناش اون داره میشه دیگه باید به 14:9 تبدیل بشه ماتریس خروجی که 9 تا باید چیز داشته باشه دیگه خروجی 4 تا داره دیگه ولی فرض می‌کنیم پدینگش مثلا 0 خب این 4 تا خروجی داره میشه اون سطرهای اون ماتریس وسطیه خب آره تعداد درایه خروجی باید سطرهای اون ماتریسه باشه دیگه یعنی هر کدومش داره یکی از اون 4 تا کامبینیشن انجام میده ولی چرا 9 تا هست چیزش؟ سایز ورودی بسته ستوناش هم میشه سایز ورودیه بعد این چون وکتوری میشه محاسبه سریع تر انجام میشه یکی اینکه خب کلن فقط ضرب ماتریس میتونیم رو جی پیو هم رانش بکنیم و بسیار پارالل دیگه الان میشه انجامش داد مزیتش تو سریع تر بودن میشه درست قبلن هم قبلی هم میشد اجابه آره قبلی هم میشه صرف هم سریع تر بودن تو کتاب گفته که صرف هم چون تو مموری این ماتریس وکتور پشت سر هم داخل میشه و شما اینا وکتور داری این ضربشون خیلی سریع تر قابل انجام که مثلا ماتریسی باشه که مثلا یک وسته مثلا تو مموری یه جا 9 و 6 خیلی اون برتر هم و شما باید که اونو بخوای بری بخونی از فرق نمیده که یعنی توی یه جی بی او هم از اون به ضرب بکنه اینا یه کردنش هم بزن توی ویکتور ویکتور فرق زفیره میشه و ضربش هم از اون حالت ویکتور ویکتور نه نه کنار هم بودن اینا فکر میکنه لازم مکانی مهمتره موقعی که میخواد محاسبه میخواد ضرب اینا انجام بده مثلا تو جی پی او چیزا اگه نه لحاظ آدرس مموری با هم فاصله داشته باشن فکر میکنم کار سخت‌تر میشه نه مثلا توی یه دونه چیز جا نمیشه چی؟ جی پی آن کش داره هر تره خودش یه خب اینا بیکتوری کنار هم یعنی مموری کنار هم باشن تو کشه مدیریتش راحت تر دیگه فکر میکنم سر نمیشه این لوکالیتی چون اونم میره یه چیزی داره دیگه بالاخره با که میره بخونه مموری فقط یه خونه رو که نمیخونه حجم این رو میخونه میاره بافر میکنه که نه خروجیش میشه همون که ماتریس بالایی ضرب داره و ماتریس وسطیه میشه بعد اون پایین یه خط طولانی هست اون میشه خروجی و ماتریسه که بعد دوباره باید دیکودش بکنیم تا یه ماتریس به دست بیاریم خروجیش هم یه وکتور که دوباره دیکود میکنیم به یه ماتریس بعد یه مبحث دیگه ای که توی شبکه‌های کانوولوشن یا به طور کلی توی کار با مثلا دیتا های مثل تصویر هستش بحث دیتا آگمنتیشنه که خب ما توی مثلا کارهای پردازش تصویر خیلی راحت میتونیم این کار رو بکنیم و به طور کلی هم یه سری تکنیک هستش مثلا مثل میرور کردن یا مثلا کراپ کردن تصویر و چون ماهیت خود اون تصویر اون جسمی که اون تو هستش عوض نمیشه ولی خب اون دیتا از نظر این که مثلا ماتریس مقدارش چیه خب اولا خیلی کلی یه مقدار زیادی تغییر میکنه بعد خب با این کار میتونیم دیتا های جدیدی داشته باشیم و اولا به ترین کردن شبکه کمک میکنه و یه سری مثال ها برای این هم مثلا میرور کردن میشه یا مثلا رندوم کراپینگ که ما بیایم مثلا یه حجم حالا میتونیم اگه بخواهیم مطمئن باشیم مثلا یه کراپ خیلی بزرگی داشته باشیم این مقدار خیلی کمی رو فقط از تصویر دور بریزیم ولی خب به هر حال تصویر جدید میتونیم داشته باشیم یا اینکه مثلا مقدارهای تصویر رو هم مثلا با یه مقدار ثابتی جمع یا تفریق بکنیم که تصویر جدید درست میشه ولی خب عملا میتونیم بگیم همون تصویر قبلی هستش بحث بعدی یه سری کیس استادی هستش که حالا در مورد شبکه روش هایی که اخیراً برای شبکه کانوولوشنال ارائه شده دلیلم که حالا کتاب اینو آورده اینه که خب اولا خیلی تکنیک های مختلفی هستش و
مثلا ملت کارهای مختلفی کنم فراتر از اون چیزی که صرفا شبکه کانوولوشنال باشه، ایده خوبی هست. حالا میتونیم اینا رو به دو قسمت شبکه‌های مثلا کانوولوشنال کلاسیک تقسیم کنیم و شبکه‌های دیپ‌تر و اینکه حالا تهش هم شبکه اینسپشن رو میگم. اولین شبکه‌ای که ارائه شده شبکه لنت بود، همون که گفتم بچه‌ها چیزی مثلا 2014 کلاسیک حساب اولین روش روش لنت بود، همون که برای دست خوندن عددات روی دست چک درست شده بود. این روش حالا موقع مکس پولینگ خیلی استفاده نمیشد، بخاطر همین پولینگاش اوریج پولینگه و اکتیویشن هاش هم سیگموید و تنش هستش و اینکه پدینگ هم نداره و بخاطر همین سایز تصویرش تو هر لایه کرنلش هم کم. بعد حالا تعداد پارامتری که این داره تقریبا 60,000 تا پارامتر برای ترین کردن داره و خودش هم از حالا 4 تا لایه کانوولوشنال و 2 تا لایه پولینگ تشکیل شده، بعدش هم 2 لایه فولی کانکتد تهش داره. حالا این خیلی چیز خاصی نداره چون یعنی همون خود شبکه کانوولوشنال. بعد شبکه بعدی الکس نت که سال 2012 درست شده، این یعنی جزء اولین شبکه‌ای بوده که توش از مکس پولینگ استفاده شده و تابع اکتیویشنش هم ریلو هستش. تعداد پارامترش اون قبلیش 60,000 تا بود و این 60 میلیون تا پارامتر داره و اینکه اغلب هم حالا اون کرنلاش یا 3x3 یا 5x5. بعد حالا تهش هم همونطور که می‌بینیم اولیش 11 در 11 دیگه. آره اولیش 11 در 11 استرایل دیدی که در اکسن دیدم بیشتر بخاطر همون 11 در 11 و اون استرایل 4ش استرایل 4 خیلی زیاده برای بعد شبکه بعدی هم همین وی جی جیه که این هم پارامتر کلا وزنهایی که میتونن ترین بشن. مثلا من 64 تا وزن دارم. این وزن مثلا تو اون مرده همه نورانه که وزنشون یکی هم من نورانه پارامتر داره جمع میزنه. نه میشه وزن اون کرنل هایی که داره مثلا 64 تا 3x3 دیگه 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 کنم آره وی جی جی کلن 3x3 64 تا 3x3 دیگه 138 میلیون میشه و یه تعدادی همون فولی کانکتد هم هست شده. آره آها این ضرب در دوی که هست، یعنی دو تا لایه کانوولوشنال 64 تا دو تا داره بعد یه دونه مکس داره، یعنی میشه که لایه اولش که میشه مثلا 224 داره سلیم زعیش رو میشه، یعنی اون 64 تا ضرب در دوی، یعنی دو تا لایه کانوولوشنال اونجا داره که بعد خروجش میشه همین این مقداری که اینجا هست.
بعد اینم استرایدش یک فکر همه جا و اینکه پدینگش هم سیمه و بعد شبکه بعدی که هست شبکه حالا زدف نت که این در همون شبکه الکس نت فقط اون کانولوشن اولش که 11 در 11 به جای اون از 7 در 7 یه جوری اپتیمایز شده همون شبکه الکس نت حساب میشه. حالا اینم خیلی چیز خاصی نداشت. و اینکه یه شبکه بعدی که اومدش این همون شبکه دیپتره که شبکه رزنته. در شبکه رزنت اتفاقی که میفته اینه که من در حالت عادی اصلا یه ممکن شبکه داشته باشه که یه لایه داشته باشه میاد حالا یه ورودی داره که میاد به لایه نورال نتورک اینا به ترتیب میرن. تو شبکه رزنت میاد میگه که ما از ورودیمون به خروجیمون یه دونه شورتکات هم اضافه میکنیم و اولا محاسباتش این پایین به جای این که ما لایه خروجیمون محاسباتش صرف هم بشه یه جیه حالا اون زد لایه قبلیش میشه اون جیه زد لایه قبلی به علاوه اون لایه که از ورودی این ماجول رزیجوالش هستش. این کار باعث میشه که ما بتونیم شبکه عمیق‌تری رو ترین بکنیم. دلیلش هم حالا تا اونجا که میدونم اینه که یکی این که خب وقتی این شورتکات رو میذاریم یه جوری به نتورک این اجازه رو میدیم که اگه مثلا اون لایه وسطی قراره کار رو خرابتر بکنیم، یعنی مثلا ما میتونیم خب کلن شبکه رو خیلی عمیق بکنیم ولی این باعث میشه که نتورکمون اوورفیت بشه و خب وقتی اون لایه شورتکات رو میذاریم دست اتفاقی که میفته اینه که اون وسطی اگه داره مثلا نتورکمون رو وضعیتش رو بدتر میکنه اون شورتکات باعث میشه که این اتفاق نیفته و از طرفی هم خب خود اون ارور بیشتر میتونه بیاد عقب و مشکلاتی مثلا ونیشینگ گردین یا اکسپلودینگ گردین هم میتونیم یه جوری با این حلش بکنیم. رزیدوال داریم یعنی باقی مانده رو چی میکنیم دیگه خود اصلیه همیشه مثلا من میگم که لایه من قبلی یه چیز به قبلی ها عد کنیم دیگه خب به جایی که اونو بگیره و بعد یه چیز جدید تولید کنه من میگم که من خود اونو میفرستم برای که اون چیز جدیدی به دست بیاد خودشو دارم که حالا فهمی از یه چیز جدیدتر میتونی اضافه کنی. این باعث میشه که شما اینفورمیشنی که داری و همیشه اینفورمیشن قبلیه رو داری حالا یه چیزی هم داری بهش اضافه تر یاد میگی با وسط این چیزی که توی شورت کات نمیدونم بعد هم داستانه که میگه میگه برایش میگه اینکه پیش نمید کمتر نید چون شما مسیرهای کوتاهی داری که داری گرادیانه مثلا این ونیشینگه به خاطر مثلا تعداد لایه ها زیاده هی ونیش میشه از این طریق یه گرادیان بزرگی میان چون تعداد زیبایش کمتر دیگه لایه کمتر میشه بعد این باعث میشه که ونیشینگ گرادیان تا میشنه این چند تا خوبی داره بعد حالا 150 تا این 200 تا میرن تا بیشتر و خود رزنت هم یه همچین حالتی داره این که خب یه سری لایه کانولوشنال وسط هست و بین هر کدومش یه سری شورتکات هستش. حالا این حد چینا هم فکر کنم اینا لایه پولینگش هستش که مشکل پیش میاد یعنی که ما که سایدشون هم اندازه نیست مثلا بعد پولینگ کوچیک شده مثلا وسطی کوچیک‌تر مثلا یه کوچیک‌تر میشه از این چیزی که از اصلیه که میان ولی اینا چون هم جمع نمیشن مجبور میشه برای اینکه اینا جمع کنه مثلا یه پولینگ رومون بزنه همسایز خروجی مثلا مسئله بشه این دوتا بتونه با هم یه پولینگ شورتکات پولینگ میزنه رو شورتکات مثلا یه پولینگ میزنه بعضی ها میان چیز میکنن مثلا یه لایه مثلا ممکنه حتی تعداد فیچر مپاشون رو هم فرق کنه مثلا این مسیر شورتکات خودش 200 تا مثلا فیلتر داشته بوده مثلا 200 تا فیلتر مثلا 100% ولی اینی که رفتی مثلا شده 400 تا فیلتر مثلا
بدن انجام. یعنی هم باید سایز پول عرض رو کم کنی، هم تعداد مپه رو باید کم کنی. بعد این جوجه ها یه دونه کامپوزیشن یک در یک میذارن، یک در مثلا یک 200 تا ورودی داره، یک در یک به 400. این باعث میشه که همون چیز رو تعداد اون دپسش هم بیشتر کنی. یعنی اینفورمیشن انگار با یه یک در یکی که باز وزن داره کامبوش رو زیاد. ولی خب معمولا اینجوریه که کم میشه بدونی که زیاد بشه. بعد حالا که میخوای کم بکنی تعداد راشد زیاد میشه. بعد تعداد فیلتر رو میخوای زیاد کنی مجبوری یه کامبیشن یک در یکی چیزی اونجا بذاری. آره. بعد یه چیز دیگه که هست همین کامبریشن یک در یک که خب تو نگاه اول ممکنه این به ذهنم برسه که خب مثلا کامبریشن یک در یک خیلی پوینت نداره، اولا ضرب کردن همون عدد است تو ماتریسه چون که خب خیلی کار خاص نمی، ولی اتفاقی که میافته اینه که خب ما میتونیم از این همونطور که میتونیم چند تا لایه کامبریشنال داشته باشیم اصلا یک در یک هم میتونیم چند تا داشته باشیم و عملا دپس اون لایه خروجیمون رو تغییر بدیم نسبت به این، حالا یا کم بکنیم یا زیاد بکنیم. از این یک در یکی یا برای کامپکت کردن اینفورمیشن ها استفاده میکنه یا برای زیاد کردن. و کجا استفاده میشه؟ مثلا نگاه کردن دیدن موقع که تو مثلا یه شبکه مثلا 500 تا فیلتر داری یه روی لایه، اون لایه باید کنم 500 تا فیلتر داری، بعد میشه هر یه وزنت یعنی 500 تا ماتریس وزنه مثلا اندر 500 داری، خیلی زیاده دیگه. و برکه این حجم محاسبات کم بشه بین تمام لایه های یک در یک مثلا با 100 تا مپ میذارن مثلا یک در یک در 100، این باعث میشه اون 500 مثلا 1000 در 1000 در 500 مثلا 100 درصد در 500 بوده بشه 100 درصد در 100. بعد حالا دوباره اینو وصلش میکنن به 500 تا فیلتر لایه جوری، یعنی یه جوری انگار قبل این بین دو تا کامبینیشن یه چیزی میذارن که یه خود اینفورمیشن رو همون اینفورمیشن ها چون عملا تو فقط یه ذره توش گذاشته ولی چیز شده مثلا انگار که فشرده شده باشه. بعد موقعی که میره تو لایه جلوی من تعداد محاسبات و اعمال ضرب مثلا فیلتر رو که حساب میکنیم این تعداد کمتر میشه. اینسپشن رو اینا من این کار رو میکنن بعد شبکه بعدی اینسپشن نتورک یا انتب گوگل نت یا گوگل نت هم معروفه. این کاری که میکنه اینه که میگن خب بجای اینکه ما بیایم آرکیتکچر شبکه هم رو بسازیم از قبل، بیایم یه لایه بسازیم که همه آرکیتکچر رو توش داشته باشه. حالا تو مقاله که هست اینجوریه که مثلا 64 تا لایه یک در یک داره، مثلا 128 تا 3 در 3 داره، 32 تا 5 در 5 داره، یه مثلا 32 تا مکس پول مکس پولینگ داره اون وسط. اینا رو همه رو میذاره کنار هم که عملا نتورک اتفاقی میفته بیاد اون لایه اون یعنی وزنهایی رو اپتیمایز بکنه بره به اون سمتی که بهترین جواب رو میخواد بگیره. موقعی که تو یه تصویر داری یه اینفورمیشنی توشه خب این اینفورمیشنه میتونه مثلا فرض کن یه چشم خب خیلی خیلی مهم باشه، از اون بر مثلا فرم کلی کلمه هم خیلی خیلی مهم باشه، مثلا این دوتا کناره هم یه چشم مثلا 5 در 5 پیکسله ولی یه سر مثلا 20 در 20 پیکسله فرضاً. این دوتا اینفورمیشن خیلی مهمه که اگر من بیام که مثلا شبکه‌ام بچینم که فیلترش همه هی 5 در 5 5 در 5 فقط بره بالا، عملا تا اون لایه‌های جلو سر شکل نمیگیره، اینفورمیشن سر چون 20 در 20 و من باید چند تا لایه برم تا اینا اینقدر بزرگ بشه که اون کلش بیاد. به خاطر همین استرام بهش میگن اطلاعات لو فرکانسی، یعنی چیزای خیلی بزرگ اطلاعات بزرگ مثلا چیزای و های فرکانسی تغییرات ریز، چون ممکنه فیلترات رو کوچیک کنی تو صرفا اطلاعات های فریکونسی تو هر مرحله ببری جلو. بعد این میاد چند تا لیر فیلتر سایز رو کنار هم میذاره ولی خب با تعداد کمتر، این باعث میشه که من information of any kind رو تو هر چیزم داشته باشم، تو هر لایه‌ای من داشته باشم، یعنی هم اسکیل بزرگ ببینم هم کوچیک.
بعد ممکنه تو اون لایه های جلو اد کردن یه اینفورمیشن کوچیک به اون اینفورمیشن بزرگه خیلی اهمیت پیدا کنه. خاطر همین یک در یک مثلا 10 تا مرحله یک در یک که رفتیم، یک در یک ها دارن جزئی نگاه میکنن دیگه، ولی اون بزرگ هم هست. بعد اینا با هم یه ها اون لایه های جلو اینا رو از هم جدا کرده بوده، ولی جایی که نیاز اینا با هم قاطی بشن همونجا مرجشون میکنه. یعنی تو همیشه هم اطلاعات خیلی خیلی جزئی تو تمام لایه ها تا معمولا وقتی شبکه میره جلو تو لایه جلو تو دیگه اطلاعات ریز رو نداری، اطلاعات بر معنای اطلاعات ریز اطلاعات بزرگ و کلی و سرسری رو درست کردی، ولی اینجوری همه جور اینفورمیشن تو لایه آخرت هست. یعنی ممکنه تفاوت بین دو تا چیز دقیقاً بر اساس جزئیات باشه، داری اطلاعاتشون، ممکنه بر اساس خیلی چیزای کلی باشه اونم داری. یعنی خوبیه یه همچین معماری اینه که همه جور اینفورمیشن رو مدیریت میکنه که توی فرآیند مثلا پروسسینگ بشه. بعد یه فقط یه نکته دیگه این که مثلا پدینگا چیزش هم پدینگ سیمه و استراید یکه که همون سایز تصویر همون باقی بمونه که بتونیم این لایه ها رو کنار هم بچینیم. مثلا یه شبکه عصبی از اینی که منطق بکروپکیشن و نورون و اینا دیگه تموم شده دیگه، بعد مثلا اصل اینه که تو دیزاینر خوبی باشی برای شبکه خوب، یعنی شبکه که فقط چینش نورونات خوب باشه که مسئله تو حل کنه دیگه. خیلی اینه که حالا من برم مثلا نورون مدل رو عوض کنم شاید انقلابی به پا بشه، یا برم مثلا بکروپکیشن رو، اونا هم هست دانه میگم اون نیست، ولی الان بیشتر دیگه کسی که مثلا اکسپرت دیپ لرنینگ میشه بیشتر سر معماری، سر معماری هست. یعنی معماری رو باید خوب بتونی دیزاین کنی. و یه تکنیکی که اینا هم زدن اینه که حالا اون قسمتی که لایه فیلتر 5 در 5 داره تعداد پارامتر، یعنی تعداد محاسباتی که باید انجام بدیم در 120 میلیونه. بعد برای اینکه این حجم محاسبات کم بشه یه کاری که کرده اینه که اول یه کاموشن یک در یک انجام میدن، بعد رو یک در یکی 5 در که این تقریبا حجم پارامترش یک ده هم میشه، یعنی مثلا 12 میلیون، یعنی میاره میکنندش به 16 تا، درسته؟ 192 تا رو کرده 16 تا. ولی اینفورمیشنه تقریبا یه ترکیب خطی از همون اینفورمیشن قبلی است که ترکیب خطی هاشو یکی کوچیک شده علاوه در آن، ولی همون اطلاعات مثلا تو نسبت اینا با هم دیگه هست که بعد لایه بعدیه باز میتونه از تون اکسترکت کنه اینفورمیشن رو بیاره، ولی تو محاسبات کمتری انجام میدی. خیلی خیلی کم. چقدر میشه؟ یک ده هم بگه قبلیه مثل 120 میلیون. آره یه 192 تا ترمان که 160 تا چیش مونده تا دیگه 10 برابر ده بوده برابر کمش کرد. بعد خود ماژول اینسپشن هم یه همچین چیزیه، اینه که حالا یه دونه هم دیتای ورودی مونه اینجا یک در یک هاست که بعدش هم 3 در 5 در 5. بعد خود مکس پولینگ هم که اجرا میشه بعدش یک در یکه که تعداد دپسش رو بتونیم درست بکنیم که هم 32 تا باشه. و این میشه خود ماژول اینسپشن. و خود شبکه همون اینسپشن نتورک یا گوگل نت هم یه همچین چیزیه که از اینجا شروع میشه و حالا اولش چند تا لایه کانوولوشنال، بعد لایه های اینسپشن شروع میشه، بعد این وسط هم یه سری ساید برانچ داره که اینا هم اینجوریه که باز دیتا خروجی رو میده، یعنی چند لایه فولی کانکتد هست و دیتا خروجی رو بهش میده. این هم دلیلش اینه که اولا خودشون اینجوریه که تو هر لایه میانی هم یه جواب حدودی میده، درسته دقتش پایینه ولی باز هم میتونه یه جواب حدودی بده. و یکی دیگر دلیلش هم اینه که بتونه ایرور رو بیشتر بک پروپاگیت، این ایرور بهتری برسه به لایه های پایین. این جانبی ها هم ایرور، آره آره اونها هم ایرور بک پروپاگیت جزو معماریه دیگه. بعد چند تا مورد هست؟
توی نورون داری میخوای دیتا خود رو حساب کنی، میتونی مثلا مسیره رو داشتی از دو تا مسیر داره چیز میاد دیگه. لاس فانکشنه که تو تعریف میکنی در آخر، لاس فانکشنه اونه، اینه، اینه و همه این هست جمع همه جلویی ها نسبت به این پشتری ها مشتبازی نیستن، یعنی اصلا تو مسیرشون نیست، کاری بهشون نده، ولی اون پشت سری ها از اون هم بسطی ها میگیرن دیگه. نورونه جمع همه این لاسایی که از جلویش تایسیمی ها داره، بله هم لاسه اون جلو جلویی ها داره کم میکنه، هم اینو هم اینو، و اینکه لاسشو برای اون چون تسلیه نهایی ترمیمان یه چیزه اما بد نمیشه دیگه، شما هم لایه میانیت هم بسر میکنه خطاها رو کم کنه، خودش به تنهایی بتونه جواب بده جلویی ها بتونه. این واقعا اینگه آره دیگه میگم سمت سر معماری ها دیگه خیلی تازه ما بسر 2014 اینه ما تو بوده آره 2014 اما میدونیم چی شده، یه مقداری هم دیگه چیز خیلی کم شده، مثلا اینا یه جورایی ایده های انقلابی بودن توی مثل ساختار خیلی دیگه کمتر شده، یعنی حالا یه سری ها دارم میگن دیپ لرنینگ دیگه به چیز رسیده، یه توشی اتفاق انقلابی اینقدر دیگه نمیگه اپلیکیشن هاش داره زیاد میشه، تو اینو میزن رو بینید اصلا یه خیلی بستش داره، مثلا باید یه نفر دیگه ای بیاد تو بزن مثلا یه کار جدید چیزی بکنه، مثلا همین معماری ها مثلا خیلی ها نگاه میکنید به نظر میرسه دیگه کار دیگه اینا نمیشه بکنید، مثلا ما ذهن خلاق نداریم، ولی خب بالاخره یه آدمی پیدا میشه یه روزی یه کاری میکنه دیگه، بعد همین هم تا هم داشتم اینقدر کاری خفنی دارم میکنه دیگه، یعنی اپلیکیشنش هم خیلی مهمتر شده. بعد حالا کیس استادی همین بود، فقط یه نکته آخری هم که کتاب سالش 2018 درسته؟ کتاب ما 2017 حتی این رزنده تو کتاب نبودش فکر کنم دیسپشن گفته یه لحظم که در رو قیمه تو کتاب رزنتو گفته ولی اینسپشن آن چرا گفته اینسپشن هم گفته سال انتشارش گذاریجده کتاب خودش سال انتشارش آن 2018 فکر کنم کتاب خیلی جدیدی هم هست چون این چیزا یه سال میری عقب قشنگ قدیمی میشی آره 2014 کلاسیک حساب میشه 2018 قدیمی بعد حالا یه مبحث دیگه هست ترانسفر لرنینگ اینم اینه که میگه مثلا یه شبکه که درست میکنیم لزوما نیاز نیست مثلا همه لایه‌هاش از اول ترین بکنیم مثلا تو کار پرش تصویر خب چون لایه‌های مثلا پایین‌تر خب خیلیشون تقریبا یه شکله مثلا اکثر خب ممکنه اچ دی تک بکنی یا هر چیزی مثلا فرض کنیم مثلا یه شبکه‌ای که برای مثلا ایمیج نت ترین شده تقریبا خیلی از ابجکت‌ها رو داره میتونیم همونو برداریم و مثلا برای کار خودمون دوباره یکم فقط تیونش بکنم و مثلا ادامه ترینش رو همون انجام بدیم. اگه تو دیتا سیت کوچیک باشه اصلا دیپ نتورک نمیتونه روش ترین کنه. ولی اون انقدر آموخته داره مثلا بهش میگن دیپشن یه یونیورسال دیکشنری چک میگیره برای هر نوع مسئله ویژنی. فقط کافیه که تو این تیکه لایه آخرش که فولی کانکتد داره مثلا برام ایمیج نت بده پاک کن ما خودتو بذاری و فقط همون فولی کانکتد آخرش رو ترین کنی محصول خود یعنی اون قسمت فیچر دیسترکشنش خیلی خیلی قوی و خوبه مثلا هر مسئله هم میتونه حل کنه فقط تو باید بهش بخوای ازش که مسئله تو رو حل کنه با یه تعداد سامپل کمتری هم مثلا میتونی حالا مثالش هم مثلا زده بود دیگه اینکه مثلا
حالا مثلا همین که خود دکتر گفتم بود این که مثلا شاکر برداریم و مثلا قسمت بالاش خود چیز هم این کار خاصیتی داریم که شما مثلا این کار کانتین کنیم این کار انجام میدیم مثلا لایه مدل رو لود میکنیم توی چیز تفرین بورک لود میکنیم و بعد معمالیش رو عوض میکنیم مثلا میگیم که در آخر رو نمیخوام وزنهای اونا رو ماورش از روی اون چیز لود میکنه اون یکی آخر رندوم میزه بعد مثلا شروع می‌کنی لرن ریت لایه‌ها رو ست کردن مثلا لرن ریت لایه‌ها میانه خیلی کم می‌ذاری که اونا دیگه دستکاری نشن لایه آخره رو بیشتر می‌ذاری که دستت رو لرن کنی بعد شروع می‌کنی به ران کردن عملا این فقط یاد می‌گیره که چجوری با اون ریپرزنتیشن لایه آخر اون شبکه تست تو رو حل کنه و اونا چیون می‌شود چون شبکه اثری لایه‌ها مثل ترانسفورمیشن باید ببینید که دیتا خام و هیت عملا اون تیکه ها یاد گرفته که دیتا را یه شکلی چون دیتا که سطح پیکسل مثلا ایمیج ها از هم راحت به راحتی قابل تفکیک نیستن این انقدر توی این در عمل انگار که روش کلی اعمال فیلتر رو اعمال شده این دیگه رسیده به یه جایی که هر اینفورمیشن که توی تصویر باشه اون میتونه اونجا به شکل جداپذیری از هم دیگه راحت رو بزنید شما فقط کافیه تشکیل کلاسیفای MLP بذاری که حتی مسئله خطی هم هم حل کنه مثلا خیلی راحت مثلا من خودم ما یه پیج بری داریم مثلا هم 2015 این هست که 7-8 تا از این مدل ها رو ما برداشتیم هم VGG و Inception هم و چرا که اون موقع بود تو کلاسی اونا رو ما برداشتیم بعد ما یه سری تصویر گرفتیم درست کردیم که توش یه سری مدل های گرافیکی رو برداشتیم از اشیاء مختلف حیوان توش بود هواپیما گشتی و کلی شیان اینجور بعد مدل های گرافیکیش رو یه سایتی بود که این آبجکت های مثلا 100 مدل کشتی 100 مدل حیوان اینا رو آدم های مختلفی درست کردیم بعد خوبیش این بود که ما میتونستیم خیلی کنترل شده اینا رو بچرخونیمش مثلا دور نزدیکش کنیم اینا خوبیش این ولی خب خیلی هم آبجکت های چشمی خیلی طبیعی به نظر میاد گرافیکی قوی بعد برای همه اینا یه ریفرنسی تعریف کرده بود مثلا اسکیلشون انقدر پیکسل تصویر رو بگیره فانتشون باشه مثلا اینا بعد میتونستیم بگیم 10 درجه بچرخه مثلا یک درجه یک اسکیل کوچیک بشه بعد شروع کردیم تصویرها رو این آبجکت ها رو با وریشن های مختلف توی عمق که عمق شاید دور نزدیک بشه چقدر بچرخه توی مثلا تو صفحه بچرخه یا تو عمق بچرخه و مثلا پوزیشنش تو چیز کجا باشه کلی تصویر باشه و اینا شروع میکردیم از تصاویر ساده تا خیلی سخت سخت های جوری بود که میتونست مثلا کلی تو عمق بچرخه کلی توی چیز بچرخه اسکیلش مثلا یه تصویر یه رو تو لیول سخت خیلی خیلی کوچیکه یا خیلی خیلی بزرگ تو لول ساده همه روبرو بودن مرکز تصویر بودن اسکیلشون اندازه کافی مثلا نه خیلی بزرگ نه خیلی کوچیک بعد تو این لول ها میمدیم این مدل میدادیم به این مدل ها اینا به یه سری آدم هم داده بودیم بعد اینا رو میذاشتیم به این بک‌گراند مثلا یه عکس کلی عکس از اینترنت گرفته بودیم بعد اینو میذاشتیم مثلا فرسون یه فیدی مثلا توی مثلا توی آپارتمانی بود یا تر بک‌گراند یا تناسب داشت یا نداشت بعد این 7-8 تا از این مدل ها رو تست کردیم آدم هم نشونی بردیم توی آزمایشگاه اتاق تاریکی و مانیتور رو اینا بعد تست میگرفتیم عکس ها رو مثلا خیلی کوتاه فلش میکردیم گرفت مثلا چند میرسیم بعد آدم ها باید جواب میدادن که توی تصویر چی دیدن بعد میخواستیم کامپریزن انجام بدیم بین آدم و چیز بین آدم و دیپ نتورک بعد خود آزمایشش یه چیزایی داره که به نوروساینس اینو رفت پیدا می‌کنه که چه جوری باید دیزاین کنه رو وارد نشه بعد چیزی که تایی تایش در آوردیم بعد ما اومدیم ارور آنالیز انجام دادیم که آدما احتمالاً ریپرزنتیشن اون دیپ نتورکی که تو مغزشونه چه جوریه بعد چیزا چه جوریه مدل ها چه جوریه بعد یه سری سیمپل ولی مجر سیمیلاریتی اینو گرفتیم بعد نگاه می‌کردیم دیدی که اون فضاها مدل‌هایی که خیلی قدیمی تر بودن اصلا شبیه آدم نیستن ولی این دیپ نتورک‌ها هم دقت هم تو نحوه توزیع خطا هم تو اینترنال ریپرزنتیشن
دیدی شبیه آدم ها مثلا انگار که دقیقا همون چیزی که ما یاد میگیریم اونا یاد میگیریم که بعد ما مثلا رفته بودن کار کرده بودن از مغز تصویر گرفته و همین کار شبیه ما رو کرده بودن ولی از برین هم ریکورد کرده بودن بعد ریکوردینگ برین رو با چیز مقایسه کرده بودن با این خروجی با این لایه آخر دیپ نتورک رو بعد خیلی سیمیلاریتی قشنگ شدید دیده بودن انگار که قشنگ همون ریپرزنتیشن که مغز برای که مسئله رو حل کنه بهش رسیده انگار این دیپ نتورک هم دارم مثلا تقریبا بیره همچین چیزی میرسه نه لحاظ اینجوری هم خیلی شاید ما برای چی مثلا یه آبجکت جدید میاد سریع میتونی یادش بگیریم حاکم یه یونیورسال دیکشنریه تو اون لایه‌های آخر اون دیپ نتورکی که حالا تو مغز هست شکل گرفته و به هر چیزی میتونه ریپرزنت کنه تو فقط کافی اثر میکنه که این ریپرزنتیشن یعنی مثلا گوشی موبایل از این بعد ما تا ندیدم ولی از این بعد اینا هم همینه دیگه ترانسفر لرنینگ توش اتفاق میفته یعنی لایه آخره انقدر قویه که هر چیزی بهش بدیم یه بازنمایی جداپذیر از مابقی آبجکتای تولید میشه که تو فقط کافیه اون جداپذیری شدنه رو مثلا لرنش کنی حتی با یه لایه فولی کانکتد هم ممکنه که فقط صفت لینیرلی صفر بده نیازی نیست دو تا سه تا لایه هم بذاری این فقط کافی اون مثلا لایه هزار تایی آخره رو برداری مثلا این مسئله سه کلاس از سه تا نورون بذاری این اشاره گرد این اشاره جا بده اوکی بعد حالا این کیس استادی همینه بود و اینکه قسمت آخر هم اپلیکیشن های شبکه کانولوشناله که حالا چیزهای مختلف میتونه داشته باشه حالا هم تو زمینه مثلا object detection یا localization یا مثلا ویدیو یا حتی توی text processing هم از شبکه کانولوشنال استفاده میشه مثلا یکی از حالا روش های درسته میگهیم content based image retrieval که اتفاقی که میفته اینه که ما اون object رو تشخیص میدیم و bounding boxش رو هم میتونیم تشخیص بدیم و خب صرف هم مثلا همون object رو بگیریم حالا این مثلا ممکنه کاربرده مختلفی میتونه داشته باشیم یا مثلا یکی دیگه از کاربردش ایمیج لوکالیزیشن هست یا ایمیج دیتکشن و لوکالیزیشن هست که جای یه آبجکت رو توی تصویر رو تیم تشخیص بده حالا اینو حتی اسلایدش آماده نشه ولی توی بخواستم توی قسمت اضافه تری توضیح بدم خود کتاب توضیح داده آبجکت دیتکشن اینا رو گفته نه تو کتاب فقط گفته که این کاربرد رو هم داره حالا استادش آمده نیست و یک خلاصه میتونم بگم که چه جوری اتفاق میفته بگم اولا یعنی این از جای دیگه رو میخوای بگی؟ آره اینو خلاصش فرق میشه که مثلا در مورد object localization یعنی که بخوایم جایی object رو تشخیص بدیم کاری که میکنن اینه که تو اون خروجی نتورک به جایی که صرف هم مثلا کلاس های نتورک باشه و مثلا یه سافت مکسی رو اینا باشه میان یه ماچیز دیگه تعریف میکنن که ورودیش همچین چیزیه مثلا ورودی اولش اینه که اصلا توی این تصویر آبجکتی هست یا نیستش خب بعد اگه مثلا این ورودی یک باشه حالا میام مثلا کلاس های اونو دارم مثلا آبجکت متعلق به کدوم کلاسه بعدش هم ایکس و ایگرگ و ویدو هایت باندینگ باکس هم جزو این دیتای ترین هم میذارم و با این ترین میکنم و اولا اتفاقی میفته اینه که شبکه این قابلیت پیدا میکنه که اون ایکس و ایگرگ ها هم تولید بکنه اگه یه آبجکت بخوام بگم دیگه. این در مورد یه آبجکته بعد در مورد آبجکت دیتکشن هم که بخوام چند تا آبجکت دیتک بکنم اینم یه سری روش های مختلفی داره ولی مثلا توی حالا این روشی که مثلا یکی از روش یولوه که هم یولو کنلی وانسه که کاری که میکنه اینه که میاد تصویر بیس گرید تقسیم میکنه بعد تو هر گریدی میاد یعنی درست تو هر گریدی میاد یه دونه آبجکت یا دو تا آبجکت مثلا تشخیص میده دو تا آبجکت هم خودش تکنیکی داره به اسم انکر اینه که میاد میگه یه آبجکت افقی یه آبجکت عمودی تو هر کدوم از این گریدا پیدا میکنه ولی به خاطر اون ویدیوهایش ممکنه این خود چیزی که پیدا میکنه بزرگتر از اون گیری دارسه اینکه هم مثلا بخوام بکشم بعد دوتر من بچسبونه مثلا
سپس که مثلا اگه تصویر اینجور دست باشیم این یه میسه گرید تقسیم بندی میکنیم تصویر همون رو و مثلا اگه یه مثلا حالا مثلا آدم اینجا باشه مثلا خیلی بزرگ باشه این ممکنه لزوماً توی یک گرید نیفته ولی ما این گرید یه نوع آدم تشخیص میدیم با باکسی که برای این تشخیص میدیم مثلا ممکنه یه همچین چیزی مثلا بزرگ توی گرید پایینی هم یه آدم دیگه تشخیص میدیم که حالا یه باندینگ باکسی برای سعی میکنیم خیلی بکنیم و با یه سری روش هم این باندینگ باکس رو با هم مرش میکنم و نهایتا یه آبجکت اسوس اکسپکت توی بزنس بودید شما گفتیم یه دونه object detection بود segmentation بود detection میمند بعد اینکه مثلا object رو درابر بید مثلا یه تکسه بود دو چرخه بود و نمیدونم مثلا یه آدم بود و فلان و اینا هی کوچیک میشد داره خود خودت مثلا اون تیکه دو چرخه رو کلش رو رنگ مثلا قرمز کرده پیکسل‌ها شده آره، بعد اول یه کیفیت یعنی باندینگ باکسی نبود یه کیفیت خیلی بدی ولی مثلا حدودای دو شرخه چیز کرد بعد این بوده برای که اینه گرده بودم اومده بودم از لایه‌های اول و اینا بعد اینکه خروجی در اومده لایه آخر اومدن دوباره آره، انگار لایه اول میره رو کردن این بعد دوباره برده تأثیر اصلی رو برس بعد مثلا قشنگ دو چرخه خطه این آره. رو شده رو مثلا آتوان کودر یه که این نیست هدفش نیست خود تصویر رو بسازه هدفش اینه که اون پیکسل ها رو چیز کنه پیکسل کلاسیفیکیشن پیکسل کلاسیفیکیشن بهش میگن فکر کنم اسم تصویر همچین چیزیه که خود پیکسل ها رو بگی که این سمانتیک سگمنتیشن هم بهش میگن قشنگ بگی که این پیکسله مال مثلا یه بدن یه انسانه مال مثلا خیابون نیست مثلا چیز نیست این داره از همینگه سیگمنت میکنه خیلی کاری عجیب قدیری میکنه وقتی میریم مثلا من چند خیابون رو سرچ میکنم داریم مثلا خیلی جدید چی میکنم یه اپلیکیشن های جدید چی میکنم داریم مثلا شاخ در میاری بعد یکی دیگه از کاربرده حالا شبکه عصبی هم تکست پروسسینگ البته خود کتابم گفته که خیلی توی این کار اونقدر موفقیت نداشته بنز شبکه آرن ولی خب یه سری یعنی تلاش‌های شده راجع به این بعد حالا آخرین اپلیکیشنش هم ویدیو کلاسیفیکیشنه تکست گفته چیکار می‌کنه تکست هم حالا خیلی تو کتاب خیلی کلی گفته ولی اینکه خب مثلا رو خود اون متن به صورت یه حالا وان هات وکتوری که هستش یعنی درسی هم چیزی میشه دیگه یه وان هات وکتوری هستش که یه طول خاصی داره بعد روی این طول کانوولوشنال میزنه یعنی یه کانوولوشنال که ارزش اندازه خود مثلا کد باینری کد اسکی و اینا رو استفاده نمیکنن حالا دیگه اونقدر دیتیل توش ندادم مثلا تو 32 تا حرف الفا داری مثلا کلی هم چیزای نگارشی داری علائم نگارشی داری مثلا زیاد میشه دیگه حالا تو کتاب توضیح داده بود اون بود که یکی از روشاش همین استفاده از وان هات وکتوری که کل کلمات بعد میشه یه ماتریس بزرگی برای کانوالو میکنه روی این در سطح جمله کانوالو میکنه معنای مثلا بکشن بیرون مفهوم بکشن ولی خب خودش هم گفته که اونقدر موفق نبوده تو این بعد یکی دیگه از کاربردش هم ویدیو کلاسیفیکیشن خود ویدیو هم اینجوری که ویدیو تشکیل شد از یه سری تصویر پشت سر هم و این هم میتونیم ما یعنی یه کاری که میکنیم اینه که یه کانوولوشنال سه بعدی روی این بزنن یعنی هم تو بعد تصویر و هم تو بعد زمان کانوولوشن یعنی ریکارنت میذارن اون جلو یا اینکه نه کانوولوشن چهار بعدی میشه نه کانوولوشنال چهار بعدی یعنی ماتریس برودین میشه مثلا 200 اگه ویدوم 200 در 200 میشه 200 در 200 در 3 در مثلا 50 مثلا 50 فریم ولی خب باز هم اینم خیلی گفته که اونقدر بهینه نبوده و
مثلا بهتره که این یک کانورژن بشه به اضافه یک ریکارنت. آره ریکارنت خیلی. حالا این جمله آخرش اینه که اون ریکارنت. ال اس تی ام اینم می‌ذارم، کدوم می‌ذارم؟ و حالا خلاصش هم این که کلا هدف چارکا کانولوشنال این بوده که رو دیتا هایی که مثلا به صورت گریدی هستن کار بکنه، مثل دیتا های تصویر، و اینکه خب بتونه فیچر هایی که وجود داره به صورت هایرارکیال یاد بگیره، یعنی فیچر هایی مثلا کوچیکتر رو تو لایه پایینتر و همینجور لایه هاش که بالا میره فیچر های بزرگتر رو جامعه تر یاد بگیره. و حالا همین دیگه از هم شد.